فیلم هالیوودی 300 که بر اساس کتاب تصویری اثر فرانک میلر ساخته شده به بخشی از تاریخ ایران می‌پردازد. فیلم 300 به وقایع جنگ ترومبیل در دوران خشایارشاه پادشاه ایرانی می‌پردازد. پدر خشایارشاه داریوش بزرگ و مادرش آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. معنای خشایارشاه که از دو جزء خشای و آرشا ترکیب شده به معنی شاه مردان است. خشایارشاه صفاتی عالی داشت، به طوری که حتی دشمنان او یعنی یونانیان نیز صفات عالی او را ستودند. وقتی اسکندر تخت جمشید را با آتش می‌کشید، مجسمه خشایارشاه بر روی زمین افتاده بود. اسکندر گفت: آیا به خاطر روح عالی و صفات نیکویت تو را از زمین بردارم یا بگذارم روی زمین بمانی تا به خاطر تاخت و تاز به یونان مجازات شوی؟ خشایارشاه در تخت جمشید که به دستور پدرش ساخته شده بود، قصرهای دیگری نیز بنا کرد و با آبادانیان افزود. همچنین کتیبه هایی در کوه الوند و ارمنستان به جای گذاشت. اما نبرد ترموبیل که وقایع داستان فیلم 300 در آن دره روی می دهد. در نبرد ترموبیل برای اولین بار به ابتکار خشایارشاه پلی از قایق به روی داردانل ساختند که نیروی زمینی ایران بتواند از آن عبور کرده و وارد خاک کشور یونان شود. تعداد زیادی از یونانیان در این نبرد به ارتش خشایارشاه پیوسته بودند، از جمله مردم منطقه تسالی. در نبرد تنگه ترموبیل به علت تنگه جا، نیروی ایرانی با مقاومت آتنی‌ها و اسپارتی‌ها که برای اولین بار با هم متحد شده بودند مواجه شدند. اما یونانیانی که به ارتش خشایارشاه پیوسته بودند، راهی برای دور زدن تنگه به ارتش ایران نشان دادند. یونانیان متحدان خود یعنی اسپارتی‌ها را جا گذاشته و گریختند. لئونیدام فرمانده اسپارتی با 300 اسپارتی که به اجبار و تحت یک خیانت در آنجا مانده بودند و به دلیل طبیعت منطقه راه گریز نداشتند، همگی کشته شدند. اما در فیلم 300 تمامی این وقایع تاریخی به طرز دیگری به نمایش در آمده. سربازان ایرانی در زمان خشایارشاه که تصویر آنان بر سنگ ها باقی مانده است، به طرز دیگری نشان داده شدند. انسان هایی کریه، زشت و هیولا مانند. The thousand nations of the Persian Empire descend upon you. حتی خود خشایارشاه نیز که مجسمه، تندیس و عکس های او در اسناد تاریخی موجود است، به شکل سیاه پوستی زشت و کریه نشان داده شده که حتی صدای او نیز کمیک و مسخره است. فرنته توشو پولی تی نا کانو پروسپاثو نا مین دو دیخنو آلا این ادینتون μ' αρέσει να κουνιέμαι και να ξυρίζω την κορμάρα μου. Σκέφτομαι να κάνω αλλαγή φύλου. سربازان ایرانی در این فیلم غالبا لهجه های عربی دارند. فیلم 300 که با جلوه های تصویری ویژه میخواهد واقعیت های تاریخی را قلب کند، حتی در این زمینه، یعنی در زمینه تصویرها و جلوه های ویژه نیز چیز خاصی ندارد. این فیلم را می توان کپی دوم فیلم گلادیاتور دانست. Toward never to retreat, never to surrender. Toward the death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. در قسمتی از فیلم 300 در حالی که خشایارشاه در حرمسرای خودش با زنانی که بیشتر بازیکنان فیلم‌های مستحجن هستند نشسته است، به گوش پشت خیانتکاری که
مسیر عبور از تنگه را می خواهد نشان دهد، پیشنهاد زنان زیبارو را می دهد. در حالی که درست برعکس، یونانیانی که به ارتش ایران چشم دوخته بودند که وارد خاکشان شود و به این ارتش پیوسته بودند، راه عبور از تنگه را نشان دادند. فیلم حتی به منبع خود، یعنی کتاب فرانک میلر، نیز پایبند نبوده و تصاویر این کتاب با تصاویری که در فیلم می‌بینیم کاملا مغایر است.